سلام عزیزان بیننده و شنونده برنامه گفتگوهای کارگری. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به شلاق زدن 17 نفر از کارگران آقدره، معدن آقدره در تکاب آذربایجان غربی در ایران. همطور که میدونید این عمل وحشیانه سیستم قضایی و امنیتی ایران واکنش‌های بسیاری رو به دنبال داشته، اما در این برنامه ما می‌خوایم با آنچه که کمتر گفته شده و بهش پرداخته شده در جای مختلف بپردازیم. با شهاب برهان، فعال سیاسی چپ، گفتگو می‌کنیم. سلام شهاب عزیز. سلام بهروز عزیز. شهاب جان، ابتدا تو واکنش خودت رو در فیسبوک دیدیم و یک برحال همین رو کامنت هایی هم جلوش گذاشته شد، این رو یه مقدار توضیح بده که من به سوالات دیگرم برسم. والا اون چیزی که من در اونجا به عنوان یک قطعه کوتاه نوشتم طنز بود و یعنی در شکل طنز بود، که اونجا در واقع اساسا این مسئله شلاق زدن کارگرا رو که گفتم خب بدیهی است که به اصطلاح اگه ممکنه یه مقدارم بلندتر صحبت کنی ممنون میشم. بله، گفتم که این یک فاجعه است البته، ولی به طنز گفتم که خب برای دیگرانی هم فوایدی داشته در جنبش، و از جمله گفتم که خب اونایی که شلاق امکان میده یه عده تمام ریشه های بدبختی کارگران رو، ستمهایی که بهشون میشه رو در جزای اسلامی جستجو کنن یا وانمود کنن و بپوشونن در واقع ریشه هاشو و تبلیغ کنن برای لیبرالیسم بدون آخوند. یا اینکه اونایی که در واقع دکان حقوق بشر، از حقوق بشر دکان برای خودشون ساختن، اینطور وانمود کنن که اگر کارگر شلاق نخوره دیگه حقوق بشرش هیچ مشکلی نداره، گویا الان فقط از این جهتی که اعتراض میکنن شلاق فقط گویا نشان دهنده نقض حقوق بشر کارگرا شده الان، وگرنه در هر موردی اعتراض میکنن در جز در مورد کارگرا. الان خب خوبم هست که میکنن. به هر حال یک چنین چیز کوچکی رو به عنوان طنز مطرح کردم و در این حال هم گفتم خب خوب هست که به هر عده‌ای هم که هرگز از کارگرها یادی نمی کردن شوکه شدند از این ضربه شلاق و اونها هم آمدند از طریق امضا دادن یا فلان حمایت کردند از کارگرها، خودش هم چیز مثبتیه. یک چنین چیز واکنش خیلی کوتاه طنزآلودی بود. بله، خب حالا من سوال من اینه که این جنس این شلاقی که بر پیکر همکاران ما در ایران نواخته شد از جنس همون اسلامیت رژیم یا چیز دیگه ایه؟ خب بروتون اول بگذار من همدردی عمیقم رو با این کارگرای شلاق خورده ابراز کنم و بهشون درود بفرستم که به خاطر مقاومتشون و مبارزشون به هر حال اینطور مجازات شدن. اما در مورد این جنس، خیلی اصطلاح قشنگی به کار میبره، جنس این شلاق، تا جایی که به خود شلاق و شلاق زدن مربوط میشه جنسش هیچ فرقی نداره. در واقع شلاق، شلاق زدن یک روش تنبیه بدنی و عذاب دادن و شکنجه کردن انسان هست توسط انسان، که از بهیمی ترین، عقب مانده ترین و به اصطلاح وحشیانه ترین روش های منسوخه، و این شلاق بر تن هر کسی بخوره، حتی اگر بر تن همون شلاق زن بخوره، باید محکوم بشه. من اصلا به طور کلی نفس شلاق زدن رو همونطور که همه دارن الان میکنن من هم محکوم میکنم. جنس شلاق جنسی است که حیثیت و شخصیت انسانی رو زیر پا میگذاره، شخصیتشو له و مچاله میکنه و
و تحقیرش میکنه، نابود میکنه شخصیت آدم رو شلاق. حالا هر کس باشه فرقی نمیکنه، هر انسانی در واقع شلاق او رو در واقع از انسانیتش توهین میکنه، باید بگم به این نیت به کار بود، در نتیجه به همون اندازه محکوم باید هم علیهش مبارزه کرد و جلوی به کار بردن یک چنین روش های بربرمنشانه رو گرفت. اما در قانون جزای اسلامی به هر حال شلاق کم مواردی نیست که پیش بینی شده، شاید من جای دیدم 148 مورد اقلا در قانون مجازات اسلامی شلاق براش پیش بینی شده. غالبا هم اینها در رابطه با چارچوب اخلاقیات شرعی و منکرات، بله، اینکه مشروب الکلی بخورن، زن و مرد با هم اختلاط بکنن، برقصن، این داستانا که دیگه لیستش خیلی طولانیه در این رژیم. اخیراً همونطور که خودت هم میدونی 35 تا دانشجوی پسر دخترم که جشن فارغ التحصیلیشون رو جشن گرفته بودن شلاق زدن، فقط این کارگرا که نبودند. خب فرق جنس این شلاق که اون دانشجو خوردن با اینا چیه؟ یک فرق خیلی نهفته ولی به شدت برجسته داره در اینها. نه که هر دو به یک اندازه محکوم نیست، هر دو به یک اندازه دردناکه، هر دو به یک اندازه وحشیانه است، هر دو به یک اندازه محکومه. اما فرقش در چیه؟ فرقش در اینه، به لحاظ نظام اجتماعی و سیاسی وقتی در کاربرد این شلاق رو نگاه میکنیم، مورد به مورد هاشه که فرق داره. اهدافی که ازش دارند، دامنه های کاربردیش، اینهاست که فرق میکنه با هم، نه خود شلاق، نه خود اون حرمت انسانی که شکسته میشه، همه اونا برابره. در مورد مثلا این دانشجوها که شلاق خوردن، مسئله اختلاط نرماده بوده در یک جلسه. چرا زن و مرد جشن گرفتن با هم؟ یعنی همونطور گفتم مسئله منکرات اخلاقیه. اما مسئله کارگرا به نظر من برای اولین بار شلاق وارد رابطه کار و سرمایه شده، از مسئله صرفا اخلاقیات، مسکرات، رقص و مشروب و مسائل غالبا فردی اومده بیرون، از مسائل اجتماعی هم فراتر رفته، اومده رابطه کار و سرمایه رو میخواد تنظیم کنه. یعنی به جای اینکه اولا بگذارید من یک چیزی بگم، اصلا خود شما که بهتر از من میدونید، عالم سرمایه داری عالم وارونه و کله پاییه. اصلا این داستان شلاق رو حذف کنیم از ماجرای کلان صحبت چه میکنیم، ببینیم بر سر این کارگرا چی آورده بودن، این کارگران معدن و این مجرم کی بوده این وسط. اینا به جای این که بیان، حالا من طرفدار شلاق نیستم، من عمدن اینطوری دارم میگم، من طرفدار شلاق زدن به شلاق زن هم نیستم، ولی به جای این که بیان اون کارفرما رو، اون سرمایه‌دار رو لخت کنن، شلاق بزنن، زندان بهش بدن، مجازات جریمه مالی کنن، بگن که خسارت مالی باید به این کارگرا بپردازی که اینا رو بیکار کردی، بی خانمان کردی، خانواده‌شون رو بتونه سرپرست گذاشتی، بی آیندهشون کردی، ویران کردی، چون باید خسارت بپردازی، باید مجازات بشی، اون به خاطر این کارهاش مورد دفاع این سیستم و نظام حقوقیشه، نظام و دولتش. این مقصره که چرا اعتراض میکنه، چرا میگه گرسنم، چرا میگه منو دوباره برگردونید سر کار، و چرا اعتصاب میکنه یا چرا راهبندون میکنه، اینا مجازات میخواد. ولی این کارها همیشه وجود داشت، یعنی این قانون سرمایه‌داری در همه جا، در از همون سوئد شما گرفته تا این فرانسه، ما در ایران، عربستان، همه جا قانون سرمایه‌داری اینه، محکوم، مجرم، کارگر معترض همیشه، و قانون، زندان، دولت، دستگاه سرکوب در طرف صاحب سرمایه است. این خیلی روشنه. اما این وسط ما می‌بینیم که سرمایه‌داری در این قرن‌های گذشته که هیچی، در قرن بیستم به این قرن جدید نشون داده، لیبرالیسم و نیولیبرالیسم
توانایی این رو داره که آخرین کلام علم، آخرین کلام تکنولوژی، آخرین کلام صنعت و پیشرفت رو ترکیب کنه با ارتجاعی ترین، عقب مونده ترین و بربرمنشانه ترین روش های انباشت. و هر چقدر که بحران بیشتر اون رو در بر میگیره و هر چقدر که بیشتر میخواد به هر قیمت شده سود سرمایه رو با کمترین پرداخت با افزایش بده، به این نوع بربریت ها بیشتر رو میاره. امروز این شلاق در این چارچوب باید توضیح داده بشه که جنسش چیه. این فقط یک هشدار یا تنبیه اخلاقی نیست. به جای اینکه در همون چارچوب قانونی که وارونه ای که خودشون دارن گفتم که کارگر مجرمه، بیارند اونطوری که به طور کلی معمولا مرسوم هست در کمیسیون های حل اختلاف شکایت ها رو بررسی بکنند، این داستان ها اینو بردن در چارچوب قوانین جزای اسلامی و شلاق دادن به این کارگرها. حالا این یعنی چی؟ یعنی این که بعد از این ما باید انتظار داشته باشیم که کارگران اگر خواستند اعتراض بکنند برای وضعیتشون، نه که حالا قربونش برم نمیخواد اضافه حقوق بخواد، نمیخواد حق مسکن بخواد، نمیخواد بهبود شرایط فروش و کارش بخواد، اصلا بخواد از وضعیت امروزش دفاع کنه یا حتی آرزوی وضعی گذشتهش بگه که حالا من دوباره خواهش کنم برگردونید استثمارم کنید، این اعتراض بکنه، حیثیت انسانیش، حتی تنش، جسمش در گروه این هست، باید بترسه و اعتراض نکنه. این یعنی اینکه یک سیستم جدید واکنش سرمایه‌داری است به اعتراضات کارگری. این خیلی فرق داره با اون چارچوب عمومی شلاق‌زنی منکراتی که ما در به قول تو 37 سال تو از این رژیم میبینیم، میشناسیم، خیلی هم این کارا رو کرده، خیلی در ملأ عام هم میکنه. ولی الان وقتی که این آورده در حوزه مناسبات کار و سرمایه، این اصلا یک کیفیت جدید، یه فصل جدیدی اصلا در مناسبات طبقات سیاسی این جامعه. نمیشه نسبت به این بیتفاوت بود و گفت که شلاق شلاق برای همه هم هست، پس چرا برای اون یکی واکنشتون ضعیفتره؟ نه، ضعیفتر نیست، ولی این انگشت میگذارم من روی این پدیده جدید در این چارچوب و این چیز یه سرفصل خودش. خب این موضوعی که گفتی، اتفاقا برخی از فعالین هم روی همین نکته انگشت گذاشتن. شهاب جان، مسئله اینه که به رغم نظر بسیاری از دوستان، نظر به این که در از حیات جمهوری اسلامی این مجازات بوده و خواهد بود و در رابطه با مسائل کارگری و مبارزات کارگری چنین چیزی رو ما نداشتیم، یا لااقل احکامی صادر شده و اجرا نشده، ولی در این مورد مشخص یک اتاق فکری بوده و این اتاق فکر، حالا ما مثال میزنیم در تکاب آذربایجان غربی این اتفاق افتاده، ولی نظر برخی از فعالین بر اینه که این اتاق فکر به هر حال وجود داره در تقابل با مبارزات کارگری اون منطقه. حالا ممکنه در خوشبینانه ترین حالت این نگاه رو نداشته باشین که این اتاق فکر در سراسر ایران وجود داره، اما میگیم که امروز در تکاب آذربایجان غربی این حکم اجرا شده و بنابراین این میتونه شروع یک سری مجازات هایی باشه در تحقیر کارگران، در اینکه این کارگران اعتصابی جلوی همسر و فرزندانشون تحقیر بشن، جلوی جامعه تحقیر بشن و دیگه سردمدار اعتراضات کارگری در آینده نباشن. این موضوعیه که فعالین بهش
اهمیت میدن و اینکه خود این اتفاقی که افتاده تا چه حد اهمیت داره که ما پیگیرش باشیم به لحاظ حقوقی در مجامع جهانی، به لحاظ مبارزاتی در درون ایران و غیره. اتاق فکر تعجب نخواهم کرد اگر وجود داشته برای این قضیه، حتی یا سراسرش یا در تکاب، حالا اون نیست، ولی من نمیدونم که وجود داشته یا نه. برای من اصلا اهمیت زیادی نداره که اتاق فکر وجود داشته، اتاق ده نشستن گفتن بعد از این کارگران ایران رو که اعتراض کنن بعد از این ببریم زیر شلاق. نمیدونم چه این چیزی پیش افتاد، پیش آمده یا نه. اما مسئله اصلا این نیست، مسئله اینه که یک چنین اتفاقی افتاده، این مهمه. چه واکنشی در مقابل این اتفاق گیرم؟ فرض کن این تصمیم فردی یک قاضی بوده که خودسر اختیاراتی داره این کار کرده و در یک نقطه بسیار دور افتاده، تکیه هم یه مورد تکیه. میخوام بگم اصلا فاجعه همینجاست، اهمیت اینجاست، اهمیت رو از اون تصمیم های چیز در نمیارم. من همینی که اتفاق افتاده باید دید که این کشوری است که در آن چنین اتفاقی میتونه بیفته برای چنین مبارزه و مقاومت کارگری. این فاجعه است. از اونجایی که ببینید این جناب توکل حیدری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در توجیه این شلاق به جای اینکه بیاد اینو محکوم بکنه بگه اصلا نباید اینطور میشد و به یک نوعی باید جبران بشه، میگه که البته خب اینا زندانشون مدانشون بخشیده شد ولی شلاق به خاطر این بود که اینا چیز کردن، نظم عمومی رو به هم زده بودن. این کلام، این توجیه یعنی بعد از این برای به هم زدن نظم عمومی شلاق دیگه موجه است. اینو یک مقام رسمی داره میگه در توجیه این قضیه. حالا میخواد پشتش اتاقی بوده یا نبوده برای تصمیم گیری، این یعنی دارن یه چیزی رو باب میکنند. بعضی وقتها در سرزمینی مثل ایران با یک چنین رژیم استبدادی، مذهبی، سرمایه‌داری عقب مونده و این همه در واقع معضل پیچیده در این مملکت هست، زمین مستعده که یک چنین تخمی فقط یک دونه یک بار بذرش جوونه بزنه، همه جا رو مثل علف هرز خواهد گرفت. جامعه مستعد اینه که برای اینکه جامعه از یک طرف به شدت انباشته از نارضایی و اعتراضه، از یک طرف دولت و سرمایه به شدت مصممن که این رو در هم بکوبند و وقتی که میبینند که 30 سال راهبندانها، اعتراضات، تجمعات اعتراضی کارگران، تومارنویسیشاشون وضع قطع نمیشه و الان دیگه باید برسن به اینجا که باید راهبندان جلوی خونه فلان سرمایه دار رفتن، جلوی فلان مجلس رفتن، جلوی مین رو گرفتن که کارگرا رو چیز کنن، آگاه کنن از وضعیتشون، این جاده ها رو ببندن و مردم توضیح بدن بهشون، این یعنی نظم و امنیت عمومی رو برهم زدن، مانع کسب و کار دیگران شدن و این مجازات شلاقه. این رو میخوان همون کافیه یک بار جلوش گرفته نشه. این که میگه اهمیتش در چیه، اهمیتش نیست که اون یک بار باید جلوش گرفت، الان نباید گذاشت دوبار بشه، باید در تمام دنیا این رو جار زد، تمام کارگرها را به این باید هشدار کرد که فردا چه در انتظارشونه، چه نمونه داره برای نمیپزن. البته یه چیزی که اینجا بگم، من توی قوانینشون نگاه میکردم، ببخشید، اینا طبق قوانینشون امکان تعویض مجازات شلاق با پرداخت پول رو جزای نقدی هم دارن، منتها اینقدر آدم های انسانی هستند و ملاحظه کار و حسابگر هستند که میگن که در صورتی که میشه شلاق رو به مالی یا بالعکس تبدیل کرد که اون طرف توانایی تحمل یکیشو داشته باشه یا نداشته باشه، معنیش اینه
که اونی که پولدارتره و توانایی پرداخت پول داره میتونه شلاقشو بخره. کارگر بدبخت که طبعا پولی نداره اون مجازات زندانشو بخره، اون با شلاق بخوره. برای همین هم اینا رو زدن. یعنی دارن به جایی میرن که اون کسی که حتی امکان اینو نداره که طبق همین قانونشون شلاقشو بخره بتونه بخره. دارن به اینجا دارن میبرن. و اینکه اتاق تصمیم گیری وجود داشته، بروز جمعای ما ترک ها یک مسئله داریم که میگن که تو حرفو بنداز صاحبش فر میداره. خیلی وقتا تو زندگی معمولی ها میبینیم، مثلا یه چیزی یه کسی مینویسه اصلا منظورش فلان کس نبوده، طرف فوری به خودش میگیره، میگه آه پس تو میگی من فلان فلان داستان. حرفو بنداز طرف خودش فر میداره. کافیه که اتاق تصمیمی نباشه، اصلا از بالا چنین تصمیمی نگرفته باشن که بعد از این با کارگرا چنین رفتار کنن. اما وقتی حتی در داخل گیومه میگم قاضیان خودسر و خودکامه بتونن این کارا رو بکنن، اونهایی که ذینفعند آنن میفهمن که حساب میکنن روش که پس الان میشه دیگه یواش یواش روی این روش ها هم حساب کرد. این هم کارگرا ممکنه که چیز کنن، حساب ببرن که بعد از این دیگه بترسن، مثلا یا لاقل امید اینا این است که بترسن از شلاق. ولی از طرف دیگه همین کارفرمایان، همین سرمایه‌داران الان بشکم میزنن. این یک گشایشه براشون که بابا بعد از این دیگه راحت میتونیم هم تو که با قاچاقچی ها و اوباش رفتار میکنن به قول خودشون تو خیابون ها، خب بعد از این با هر کارگر دیگری هم که بخواد بگه که گرسنمه باید هم میشن این کارا رو کرد، خود اونها این فضا رو تقویت میکنن. خودش میشه اتاق تصمیم گیری، میشه اصلا یک جامعه تصمیم گیری از بالا. به همین دلیل بی اندازه به نظر من اهمیت داره که ما نگذاریم این قضیه کوچک جلوه بکنه، قاطی بشه به لحاظ اهمیتش با اون شلاغزنی های، نمیگم اون شاید نمیتونم فرموله کنم درست، اونا هم بسیار اهمیت داشته، ولی تفاوت اینجا رو ببینیم که داره به کجا میره به لحاظ اینکه کارکرد شلاغ وارد عرصه کار و سرمایه شده و این یک فاجعه به تمام معناست. با تمام نیرو، تمام نیروی چپ طرفدار کارگره و خود جنبش کارگره باید در مقابلش وایسه. شهاب برهان سپاس از این که در این گفتگو حضور داشتی. ممنونم از تو، قربانت برم، خسته نباش. زنده باشید.